میرسیم به تغییر سرعت به صورت متغیر خب من این کلیپ رو دابل کلیک می کنم روش باز میشه توی پنجره موشن توی پنجره ویو میام به قسمت موشن و تایم ری رو باز میکنم تایم ری در واقع همون قسمتی که شما میتونید سرعت رو به دلخواه خودتون تغییر بدید من اگر اجازه بدید از لیات تو آپ استفاده میکنم که برای این کار یه مقدار راحت تره خب این مشخصه که قبلا یه تغییراتی توش ایجاد شده اما من تبدیلش میکنم به حالت کاملا عادی و شرایط کاملا نرمال توی شرایط عادی وقتی شما یک کلیپ رو دابل کلیک میکنید و باز میشه یه همچین چیزی توی تایم ری مپینگش میبینید این در واقع یک کی فریم میبینی که شروع شماست یه کی فریم که پایان شماست من اگر اینجا بیام و یک کی فریم جدید ایجاد بکنم به طور مثال با ابزار پن و این کی فریم رو بالا ببرم هر چیزی که قبل از این کی فریم باشه سریعتر میشه و هر چی بعد این کی فریم باشه تر میشه به عبارت دیگه شیپ هر چی بیشتر باشه تصویر سرعتش بالا میره و هر چی شیبش کمتر باشه سرعتش پایین میاد به طور مثال اینجا همونطور که بینید سرعت من پنجاهه و اینجا دیویسته پس تا این نقطه ما سرعتمون 200 درصده و از اینجا به بعد 50 درصده اما ممکن این اون چیزی نباشه که شما میخواین راه بهتر برای این کار اینه که شما فریمی رو که میخواین ازش اسلو موشن رو شروع بکنید به طور مثال اینجا این فریم انتخاب بکنید یک کی اونجا ایجاد بکنید برید به انتهای جایی که میخواید اسلو تموم بشه مثلا اینجا و یکی یک فریم دیگه ایجاد بکنید حالا من اگر این فریم رو عقبتر ببرم یعنی در واقع کلیک کنم و درگ بکنم میزان فاصله بین این دوتا کی فریم رو زیاد کردم به عبارتی سرعت بین این دوتا کمتر شده چرا؟ چون فاصله این فریم با این فریم اگر به طور مثال دو ثانیه بوده حالا شده چهار ثانیه من میتونم سرعت رو چک بکنم اینجا پنجاه درصده و قبل قبل از اون 200 درصد و بعدش هم که خب تغییری نکرده اگر بخوام میخوام میتونم بعدش رو هم زیادتر بکنم که مثلا اینجا میشه 200 درصد و قبلش رو هم باز بیشتر بکنم که حتی از 200 درصد هم بیشتر بشه همونطور که ببینید بعضی جاها به 300 هم میرسه خب نتیجهش رو با هم بینیم. این آیکونی که شما اینجا میبینید نوشته فریم بلندینگ در واقع همین اتفاق تار شدن تصویر به صورت یکی در میونه چون بین هر سه تا فریم یک فریم میانه میذاره این اتفاق به این شکل می‌افته. اگر من وردارم دیگه این فرم دیده نمیشه ولی خب تصویر ممکنه مقدار خشک‌تر باشه و فواصل فریم هاش تیک دار باشه و تیکش مشخص باشه اگر شما میخواید این اتفاق یک نرم تر بیفته میتونید روی این کی فریم کلیک کنید اسموت رو بزنید روی این یکی ای هم اسموت رو بزنید و یک خط نرم اینجا به وجود بیارید حالا اگر ما یک بار دیگه این کلیپ رو ببینیم همونطور که دیدیم این وسط یه مقدار تصویر ما ثابت موند علتش رو الان براتون توضیح میدم خط ما اینجا اگر صاف صاف بشه و کاملا افقی بشه معنیش اینه که این قسمت تصویر فریز شده است و ما میخوایم که تصویر فریز باشه من اگر این دوتا کی فریم رو حذف بکنم یعنی حذف که نکنم در واقع از حالت نرمی در بیارم و تقریبا توی یک راستا قرارشون بدم همونطور که شما بینید اینجا سرعت دو درصده یعنی خیلی کم هست این مشخصه که یه خورده تصویر یعنی یه خورده هنوز فاصله دارم با خط صاف صاف اگر ما یه بار این تصویر رو ببینیم از این کی فریم تا این کی فریم تصویر ثابت میمونه و بعد حرکت میکنه خب ما تو این درس دیدیم که شیب خط معناش چیه صاف بودنش معناش چیه اما اگر شیب رو به پایین داشته باشه به جای شیب رو به بالا چه اتفاق میفته تصویر شما ریورس میشه همونطور که دیدیم تصویر از اینجا تا اینجا میاد ولی از اینجا که شیب منفی هست و شما اینجا منفی 200 درصد میبینید تصویر ریورس میشه و برمیگرده به عقب این عین همین کاریه که شما در واقع وقتی که اینجا سرعت رو 100 درصد دارید و سرعت عادی و نرمال دارید ریورس رو بزنید اتفاق از سر به تحمیل انجام میشه خب امیدوارم که از قسمت تایم ریمپینگ لذت برده باشید البته یه نکته رو خدمتتون بگم که اگر شما اسلوموشن های فوق العاده نرم میخواین و میخواین موشن هاتون خیلی خیلی آروم و خ... از نظر تصویری خیلی بهتر باشن بهتر که با برنامه موشن این کار رو انجام بدید و در واقع توی برنامه موشن بیاید و اونجا اسلو موشن بکنید موشن هم یکی از پکیج های فاینال که شما حتی از اینجا میتونید با زدن سنت تو و موشن تصویر رو مستقیما به موشن ببرید و وقتی اونجا سیف کردید پروژهتون رو تصویر شما اسلو میشه و برمیگرده به محیط فاینال کات